درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با دستور و تایید خامنه‌ای یک هیئت ویژه 7 نفره ویژه با ریاست مخبر برای فروش اموال عمومی یا همان چپاول اموال ملی تشکیل داده و آنچنان که پیداست در پی خالی شدن خزانه ناشی از دزدی‌های کلان برای تأمین کسری بودجه قصد حراج اموال عمومی را دارند و سرکردگان سه قوه برای تأمین خزانه دولت لایحه فروش اموال عمومی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کردند. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 21 آبان ماه مصوبه محرمانه به تصویب رسانده که بر آن اساس یک هیئت 7 نفره از قوای سگانه اموالی که در اختیار دولت را بررسی و هر کدام را که مازاد تشخیص بدن واگذار می‌کنند. در این مصوبه به هیئت 7 نفره شامل معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بودجه و برنامه و یک نماینده از طرف رئیس مجلس فرمایشی و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه اختیار تام داده شده که درباره اموال عمومی تصمیم گیری کنند. یه بحث مبنایی که اصلا طبق اصل 71 قانون اساسی تنها مجلس صلاحیت قانونگذاری داره. این اصول دیگه، همینجوری که شورای نگهبان فقط صلاحیت تایید مصوبات مجلس داره، فقط مجلس قانونگذار. امروز متاسفانه شوراهای عالی دارن قانونگذاری میکنن. دولت انتصابی قراره که بخشی از اموال ملی رو به پیمانکاران طلبکار واگذار کنه و قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به مافیای سپاه پاسداران یکی از بزرگترین پیمانکاران طرف قرارداد دولت که بدهی دولت به آن نهاد مافیایی در مقاطع مختلف 50000 میلیارد تا 130000 میلیارد تومان برآورد شده. همچنین جمهوری دو سالار اسلامی برای هیئت ویژه که به منظور فروش اموال عمومی تشکیل داده مسئولیت قضایی در نظر گرفته و بر اساس ماده 5 این مصوبه اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خودشون در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مسئول هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده از همین مسئولیت برخوردارند و به عبارتی اموال ملی رو به هر شکلی که دزدان اسلامی بخوان چپاول میکنند و به فروش میذارن و قانونی تصویب کردن که جای هیچ اما و اگری باقی نمانده. الان باز سران قوا 3 نفر می نشینن، هر چی صلاح دیدن و هر زمانی خواستن یا قانون گذاری میکنن. 290 نماینده، 10 حاکم ایسون تخصصی، شورای دیگه و همش گذاشته کنار. محمد رضا سباقیان عضو کمیسیون امور داخلی مجلس فرمایشی میگه که طبق قانون فقط مجلس حق قانونگذاری داره، ولی الان شوراهای عالی مثل شورای عالی مجازی، شورای بورس، شورای فرهنگی و غیره قانونگذاری میکنن که باعث تضعیف مجلس شده و سران قوا هم همینطوره 3 نفر میشینن و هر زمانی صلاح دونستن قانونگذاری میکنن. این کار بدعت و ناقوس مرگ مجلس به صدا در اومده. قانون مولد سازی توسط سران قوا تصویب شده، حالت محرمانه متاسفانه، و 2 سال همه قوانین تو این حوزه رو موقوف الاجرا کرده و جالب اینه که حق نظارت رو از مجلس و رسیدگی از قوه قضاییه گرفته. واقعا من اعلام میکنم ناقوس مرگ مجلس به صدا در اومده. علی نیکزاد نائب رئیس مجلس فرمایشی رژیم اسلامی در پاسخ به این کارگزار حکومتی گفته که طرح مذکور در شورای سران قوا به تصویب و به امضای سید علی خامنه‌ای رسیده و آرش حسنیا خبرنگار اقتصادی در واکنش به این مصوبه در توییتر نوشت که مولدسازی اسم رمز یک غارت ملیه که امضای رهبر جمهوری اسلامی پای اونه و علی مجتهدزاده وکیل دادگستری درباره مصوبه چپاول اموال کشورمون می نویسه که تعارف رو کنار بذاریم
مسئولیت قضایی نام دیگرش کاپیتولاسیون داخلیه و آقایان متوجه عواقب اجتماعی خطرناک مسببه مولدسازی اموال دولت و تأثیر آن بر اعتماد عمومی و جایگاه قانون در کشور آیا هستند؟ قبلا شوراها اومدن قانون گذاری کردن، شورای عالی هیچ که ما و شما حرف نزدیم. امروز ما و شما برای 100 کیلو یک تن آسفالت دعوا میکنیم، حنجره خودمون رو پاره میکنیم، ولی امروز داره یه نوع قانون گذاری میشه که سابقه نداشته. این کاپیتالیسم داخلی کشور هست. امروز 3 نفر از سران قوا بنشینن، مجلس 290 نفر بذارن کنار، شورای نگهبان هم بذارن کنار، هر چی میخواد تصویب کنن. در چشم 86 میلیون ایرانی ما و شما سکوت میکنیم. چه جوابی خواهید داد آقای قالیباف موقعی که مسئولیت شما تموم شد در برابر نخبگان و افکار عمومی؟ چه پاسخی خواهید داشت؟ امروز ظلم به مردم و مجلس شورای اسلامی. حسن صبحانی نیا، استاد دانشگاه و نماینده چند دوره مجلس فرمایشی، در توییتر نوشته که از این مسببه به وحشت افتاده و گفته در زندگی کاریم مواقع بسیاری بوده که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی که توسط مقامات اتخاذ می شد وحشت داشتم و از خسارتهایی که در فقدان آگاهی از ساز و کار و پیامد تصمیمات متوجه جامعه می شد بر خود می لرزیدم و تصمیم اخیر مولدسازی دارایی‌های دولت در صدر آن موارده. و اما پیشنهاد من، اجازه بدید آیز، وقتت من بعد محفوظه آیز سباقیان، اصلا ناووس مرگ مجلس به صدا در نیامد. این چه اومده آقای نیکزاد شما صحبت کردی برادر. صدا شما و شما نمیخوای بشنویم. شما صحبت فرمودی، وقتت محفوظه، دارم به شما عرض میکنم. ما باید به قانون احترام بگذاری. شاید بنده با شما هم نظر باشم. و این کارشناس صدا و سیما رو یادتونه که به بیت کوین میگفت بیت کوین و اصرار داشت که یعنی ملکه بیت ها. او شده مسئول طرح مولدسازی که قرار هزاران میلیارد از سرمایه های ملی رو بفروشن. خب بیت کوین، من بهش میگم ملکه بیت ها، بیت کوین یه واحد پول الکترونیکیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میخوام برم کوچه‌ها رو شما بخرم، به جای اینکه دلار یا ریال یا تومان به شما بدم، میگم مثلا 10 تا بیت کوین به شما میدم. شما میگید بس کنم بیت کوین باشه. مثلا بیت کوین. بیت کوین کارش یعنی سکه بیتی. میگه کوین بخونیم میشه ملکه بیت. اما بیت کوین بخونیم یعنی سکه بیت. مقامات جمهوری نکبت اسلامی میدونن که به ته خط رسیدند و اینک به اموال مردم چوب حراج زدن. این دو پالایشگاه طبق این سند قراره که واگذار بشه، فقط معلوم نیست به چه کسی. جمهور، امروز مردم ما در رابطه با وعده های جنابالی قضاوت می کنند. در خصوص وعده تشکیل دولت مردمی و وفاق ملی باید بگویم که نه تنها عملی نشد، بلکه از هیچ کدام از نیروهای جناح‌های سیاسی دیگر استفاده نکردید و شاهد تشکیل امنیتی ترین کابینه در طول تاریخ انقلاب بودیم. رئیس سازمان خصوصی سازی پرده دیگر از عمق ویژه‌خواری در حکومت استکباری امام زمان برداشت. فقط باشگاه‌های تفریحی بانک‌ها در شهر تهران حدود 196,300 متر، نزدیک 200,000 متر، 20 هکتار بانک‌ها باشگاه تفریحی، نه اینکه شعبه اضافی یا ستاد که اون الا ماشاءالله، نه اینکه اموال تملیکی که ضبط وثائق میکنن که اونم الا ماشاءالله، نه در شهرهای دیگه، فقط تو منطقه 1، 2، 3 و 4 این 5-6 تا بانکی که اسم میبرم: آجودانیه بانک ملی، فرمانیه بانک مسکن، صاحب قرانیه بانک کشاورزی، کامرانیه بانک ملت، مطهری بانک سپه، هنگام بانک صادرات، عجب، پاسداران بانک مرکزی 85,000 متر بانک مرکزی باشگاهی داره، تالار پذیرایی یا مجموعه مشابه تو پاسداران. آقای بانک مرکزی 85,000 متر، همه کارکنان بانک مرکزی رو سر مجا دارن، زحمت میکشن، کارکنان بانکایی که اسم بردن رو سر مجا دارن، خیلی زحمت کشیدن، ولی بالاخره میتونه کوپن بده بانک مرکزی، میتونه بلیت بده، بگه تو از همه این امکانات شهر میتونی به این میزان بری استرخ، بری تالار پذیرایی. اما اینقدر سرمایه قفل نشه، 85,000 متر توی خیابون پاسداران قفل میکنی، بالاخره اون پستچی و مامور آب و برق و ثبت احوال و کارکنان دیگه هم در واقع چنین مزیتی باید عادلانه در اختیارشون باشه.
بله. این میزانی که من عرض کردم میشه 20 هکتار. 20 هکتار بانک ها فقط املاک رفاهیشون در همین محدوده منطقه 1، 2، 3 و 4. قالیباف همزمان دو طرح مولدسازی و طرح خفقان رو جلو میبره تا قشنگ با مفهوم حکمرانی نو مواجه بشیم. قالیباف سر پرونده عیسی شریفی تجربه شد و همزمان که همه خرید و فروش اموال و املاک رو باید محرمانه کنه، باید جلوی نشر اطلاعات رو با 10 سال حبس بگیره. سخنی با وزیر محترم بهداشت. برادر عزیز، جناب آقای عین اللهی، آیا می دانید که شهر 120 هزار نفری دامغان ماهاست که حتی یک آمبولانس ندارد و برای درخواست یک آمبولانس باید ساعتها منت دانشگاه پزشکی مرکز استان را بکشند؟ و جالب اینجاست که این نماینده که به دور زدن مجلس و طرح مولدسازی اعتراض میکنه، نائب رئیس مجلس میگه تو میخوای بحث کنی که تو تلویزیون نشونت بدن. اینا که احترام همدیگر رو نگه نمیدارن، چطوری میخوان احترام مردم رو نگه دارن؟ اما ما به قانون احترام بذاریم. بالاخره مصوبه شما قانونشو به من بگید. آقای نیکزالا عزیز من، قانونشو به من بگید. شما دوست داری همیشه بحث بشه، تو تلویزیونم پخش بشه. من این دوستو ندارم. من متاسفم. اجازه بده شما فرمودی، من وقتو حفظ کردم از کیان مجلس دفاع کنم. سران قوا، اجازه بده آقا جان، اجازه بده برادر. سران محترم قوا مصوبه ای را که انجام میدن باید اجماع باشه به شرط تایید رهبر معظم انقلاب. اگر شما به این موضوع بحث دارید، این که بگیم ناووس مرج مجلس به صدا در اومده کار خوبی نیست. بنابراین من خواهش میکنم شما مطالبی را که میفرمایید در راستای قانون بفرمایید. مصوبه سران قوا به شرط اجماع، دو نفرشون بگن آره، یه نفر بگه نه قبول نیست، و به شرط تایید رهبری معظم انقلاب لازم الاجراست. یکی از نقاط قابل تأمل لایحه بودجه سال آینده سرفصل درآمد حاصل از فروش اموال دولتیه که با رشد بیش از 4 برابری نسبت به سال جاری حدود 108 هزار میلیارد تومان برآورد شده. این در حالیه که امسال حتی 30% از رقم 26 هزار میلیارد تومانی بودجه محقق نشد و امروز با افشای خبر تشکیل هیئت واگذاری اموال دولتی با اختیارات تمام و کمال و بدون محدودیت‌های قضایی باید متوجه تکمیل این پازل 100 هزار میلیارد تومانی شد. حالا میتوان متوجه شد که پولها سال آینده کجاست؟ درست در این هیئت. ما احتمالاً در پایان سال آمار بهمون میگه که کاهش تولید پیدا کردیم. احتمال بسیار زیاد ما با یک کاهش نیروی انسانی در صنایع برای سال آینده روبرو میشیم. در صنایع بزرگ؟ در صنایع، در کل صنعت کشور و خصوصا در صنایع بزرگ. و حالا تا با برای صنایع بزرگ بیشتر هست، ولی در حوزه مولد به خاطر همین مسائل و به خاطر اینکه تقریبا از مهر ماه به بعد تسهیلات برای سرمایه درگشت تولید تقریبا ارائه نشد توسط بانک ها. حالا دلیلش چی هست؟ حالا تخصص تشکیل جناب آقای دکتر روحانی میفرمایند، ولی من چند تا موضوع اشاره بکنم. دولت سال پیش به خاطر اینکه از بانک مرکز استقراض نکنه اومد اوراق چاپ کرد، به خاطر اینکه این نرخش پایین بود استقبال نشد، بانک ها رو موظف کرد که این اوراق خریداری بشه. تقریبا بانک ها خالی شدن از پول و تا شهریور ماه هم تونستن سرمایه در گردش به تولید تزریق بکنن، ولی متاسفانه از مهر ماه بعد این اتفاق نیفتاد. ما مواجه شدیم با یک وضعیت نابسامان مالی در تولید و به خاطر همین تولید کاهش پیدا کرد. این آمارها نشون میده که تصمیم گیران اقتصادی حواسشون نیست و تمرکزشون برای اینه که بتونن هزینه دولت رو تامین کنن و این بسیار خطرناکه. جان کلام این که کشتن مردم به خاطر داشتن اندیشه متفاوت وحشت آور نبود و مایه وحشت این بود که حرفشون راست باشه. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.